سلام دوشنبه 11 خرداد 94 اول جوان 2015 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اولین که سندیکای آزاد شرکت واحد نامهی به وزیر کار نوشتند و درخواست کردند مکانی در اختیار اونها باشه برای برگزاری مجمع عمومی این سندیکای آزاد دیروز صبح در زندان رجایی شهر در بندی که به دارالقرآن معروفه بهنام ابراهیم زاده فعال جنبش کارگری و حقوق کودکان رئیس بند درگیری لفظی با او پیدا کرد و بعد هم بهنام رو به سلول انفرادی منتقل کردند این فعال جنبش کارگری به پنج سال زندان محکوم شده بود که که پنج سال رو کشیده و باید آزاد بشه اما بعد از 5 شنبه سیاه و حمله به بند 209 اوین او رو به به 350 اوین او رو به 9.5 سال زندان اضافه محکوم کرد تشکل‌های های سنفی فرهنگیان هم نامه ای نوشتند به رئیس قوه قضایه و در اون گفتند که حبس تبعید و انفصال راه حل معلمین نیست و خواستار این شدند که چهار زندانی معلم یعنی رسول بداغی علی اکبر باغانی علی هاشمی و محمود باغری آزاد بشن رعوف شهبازی دانشجوی دانشگاه همدان هم که به جرم به اتهام توهین به آقای خمینی در فضای مجازی به دو سال حبس محکوم شده بود دیروز دستگیر و راهی زندان شد موضوع دوم اینکه صد کارگر مجموعه ورزشی آزادی دیروز جلوی وزارت ورزش و جوانان تجمع داشتن کارگران مطرح می کنند که سه ماه حقوق نگرفتند و پاداش اسفند ماه رو هم هنوز دریافت نکردند ضمنا کارگران خواهان ت... تعیین تکلیف وضعیت استخدامیشون هستند در سنندج هم شهرداری صورت وضعیت های شرکت معتبر رو که مجری پروژه تونل انقلاب هست نپرداخته در نتیجه این شرکت هم هفت ماه حقوق کارگران رو نداده کارگرا که بیشتر از بخش انبارها و استادکارها هستند مجموعاً صد کارگر میشن موضوع سوم اینکه فرماندار شمیرانات خبر داده از اینکه در مجموعا در حوزه شمیرانات 818 هکتار از اراضی فرمانداری شمیرانات در تصرف نیروهای نظامی است که سیمخاردار کشیدند و این اراضی ملی رو تصرف کردن احتمالا انقریب هم اونجا ساخت و ساز خواهند کرد اما نشستی در دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد در خصوص خودسوزی دختران و زنان تحت عنوان نظام پدر سالار یا فرود فرودستی جنسیتی عامل خودسوزی زنان که در این نشست عنوان شد که خودکشی در ایران در نزد زنان در خاور میانه رتبه اول رو داره و در دنیا هم رتبه سی هم رو داره و چهل درصد از خودکشی های دختران و زنان به از طریق خودسوزی صورت میگیره بحث های مختلفی در این نشست شده محققانه و آلمانه که مطرح میکنه در واقع چگونه فشارهای سنتها فشارهای نظامهای پدر سالار و برخوردهای جنسیتی فرودستانه و همینطور در نهایت ورود مدرنیت محصولات دنیای مدرن اما نیامدن اقلانیت مدرن و رفتارها و اخلاق مدرن تضادهایی رو ایجاد کرده که چون این خودکشی هایی رو به وجود میاره موضوع چهارم اینکه روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه حرف های روز قبل آقای علوی وزیر اطلاعات در نشست فرمانداران و استانداران رو کذب محض خوند و تکذیب کرد آقای علوی گفته بود که نهادهایی که مجموعه ای که دستی هم در انتخابات داره بدون ذکر اسم ولی به احتمال زیاد منظورش سپاه بوده گفته خواستار تعویض و جایگزینی بند است آقای علی متحری هم نامه خطاب به آقای روحانی و دولت ایشون نوشته و گفته که در کرج صدر امام جمعه کرج و یکی از نهادهای نظامی که منظور ایشون سپاه هست مانع سخنرانی ما شدن و تهدید کرده که اگر یک بار دیگه این اتفاق بیفته با همراهی تنی چند از دوستانش در مجلس وزیر کشور رو استیزاه خواهند کرد آقای علی لاریجانی هم در همین سمینار استانداران و فرمانداران تقریبا حرفای آقای روحانی رو تکرار کرده و خواستار برگزاری انتخاباتی شفاف و سالم شده آقای اژه‌ای هم خبر داده از اینکه بالاخره بعد از چندین و چند ماه پرونده آقای بابک زنجانی راهی دادگاه شده اما ایشون هیچ اطلاع رسانی نکرده که بالاخره محتویات این پرونده چیست موضوع پنجم اینکه ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای امریکا در منطقه خاورمیانه عنوان کرده که امریکا از مخالفان اسد پشتیبانی هوایی خواهد کرد موضوعی که از ابتدای درگیری ها در سوریه خواسته مخالفین بود و تازه بعد از این چند سال احتمالا قرار انجام بشه روزنامه از شرق الاوسط از قول ژنرال سلیمانی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه عنوان کرده که آقای سلیمانی گفته در چند روز آینده خبرهایی که دنیا رو شگفت زده خواهد کرد از سوریه به گوش خواهد رسید و طرحهایی که به کمک فرماندهان سوری تهیه شده آقای حیدر العبادی نخست وزیر اراق هم عنوان کرده که بغداد بین تهران و ریاض بیطرف خواهد ایستاد و در دعوای بین ایران مناقشه بین ایران و عربستان دخالت نخواهد کرد آقای سامح شکری و وزیر خارجه مصر و آقای عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بعد از ملاقات در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی به پرسش های خبرنگارا پاسخ دادند آقای عادل الجبیر بسیار تند و تیز علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد او گفت که ایران تنها کشوری است که در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت میکنه و مثال رو هم دخالت در سوریه لبنان یمن و عراق ذکر کرد البته طبیعتا جمهوری اسلامی هم میتونه به او جواب بده که اگر در سوریه حضور داره به درخواست دولت سوریه است دولت اسد آنچنان که عربستان هم میگه من به درخواست دولت یمن در یمن دخالت میکنم به هر حال ایشون عنوان کرده که ایران باید به اقداماتش پایان بده و اگر ادامه بده ما در مقابل او ساکت نمی نشینیم. دیدبان حقوق بشر هم عنوان کرده که عربستان در یمن از های خوشه‌ای استفاده میکنه. روزنامه الشرق الاوسط هم عنوان کرده که بین انصار الله یعنی تشکلی که حوسی ها دارند و دولت عربستان توافق های مهمی صورت گرفته که به طور خلاصه آقای علی عبدالله صالح از تمه کارها و سمتها برکنار خواهد شد آقای منصور هادی در قدرت میمونه و کشور به دو اقلیم تقسیم میشه در حالی که قبلا صحبت هفت تکه شدن اون بود موضوع ششم اینکه خبرگزاری رویترز خبر داده از اینکه کشورهای پنج به اضافه یک به فرمولی توافق کردند که به موجب اون تحریم ها برگشت پذیر باشه بدون اینکه نیازمند به شورای امنیت و استفاده از حق وتوی احتمالی توسط بعضی کشورها باشه از جزئیات این توافق اطلاعی در دست نیست ولی گفته میشه که در اون یک کمیته ویژه پیش بینی شده حال همه حرف این است که اگر ایران هر توافقی بشه و تخلفی بکنه چگونه در واقع تحریم ها دوباره برقرار بشه آقای شمخانی هم عنوان کرده که لیستی که غربی ها میخوان از مسئولین ایران باهاشون صحبت کنن 23 نفره و گفته که مسخره است که من در صدر این لیست هستم اما موضوع آخر این که جناب آیت الله جوادی آملی فرمودند که غرب دیگر حرفی برای گفتن نداره و شرق و غرب منتظر متخصصین ما هستند لذا از طلاب دینی خواسته که محصولات خودشون رو به جهان عرضه کنن معلوم نیست چرا این سی و هفت سال عرضه نکردن آقای اردوغان هم فرمودن که روزنامه نیویورک تایمز از زمان عثمانی ها با ما کینه داره و مرتبا از ما انتقاد میکنه علت اون هم لابی ارامنه است اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی